حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه. با مصداق آقایی میدونیم که در این مدت سالهای اخیر روسیه تمرکز زیادی کرده در فرستادن مسئولیت‌های نظامیش به گروه‌های مثل واگنر. چقدر این تلفاتی که داده ممکنه در استراتژی روسیه تغییر ایجاد کنه؟ خب ببینید، استالین یک جمله معروفی داره، میگه کشته شدن یک نفر خب خیلی دردناک هستش، ولی کشته شدن میلیون ها نفر دیگه آمار هست. استراتژی جنگی روسیه خب یک استراتژی هستش که بخصوص توی این جنگ اوکراین بیشتر روی تلفات انسانی زیاد تاکید داره، یعنی پیشروی به قیمت اینکه حتی تعداد زیادی از سربازان روس کشته بشن، و این خب یکی از استراتژی‌های قدیمی روسا بوده در جنگ ها. در این جنگ اوکراین هم با توجه به اینکه کشته‌های زیادی رو داشت روسیه میداد و عملاً در سپتامبر روسیه واقعاً داشت تو برخی از جبهه‌های جنگ میباخت، فردی به نام یفگنی پریگوژین که حالا معروف هستش به آشپز پوتین و رئیس گروه مقاطعه‌کار نظامی واگنر هست، از این فرصت استفاده کرد، رفت تو یک پایگاهی در روسیه و اونجا به اون سری از زندان‌هایی که در روسیه بود به تبهکاران، مجرمان و اون اعضای باندهای مافیایی که در واقع بازداشت بودن، به اونها گفتش که اگر بتونن توی جنگ اوکراین حضور داشته باشن و 6 ماه دوام داشته باشن، اونها مورد بخشش قرار خواهند گرفت توسط دولت روسیه. گفته میشه حدود 50,000 نفر از این نیروهای واگنر که همون عمدتاً تبهکار و مجرم هستن و زندانیان با سابقه، اینها در اوکراین به خدمت گرفته شدن توسط پریگوژین، ولی از اینها دست کم 10,000 تا 20,000 نفر از اینها کشته شدن. در واقع پریگوژین از اینها به عنوان گوشت دم توپ استفاده کرده برای پای نبرد در باخمود، که عملا باخمود در واقع سربازان روس از روی جنازه های همدیگه در واقع عبور میکنن و پیشروی میکنن، و خود افرادی که ریزش کردن از باخمود گفتگو کردن با CNN حتی اذعان کردن که به اونها دستور داده شده به سربازان روبرویی که اگر بخوان فکر عقب گرد داشته باشن، اون نیروی پشت سری واگنر در واقع این وظیفه رو داره، این دستور رو داره که شلیک بکنه به سرباز خودی. بنابراین اینجا این مسئله هستش. ولی یک نکته بسیار مهم است، پریگوژین در واقع توی جنگ قدرتی با پوتین هستش، چون میخواد از این فرصت استفاده کنه به روسیه، به پوتین و افرادی مثل وزیر دفاع روسیه بگه که این قدرت داره که در واقع توی جبهه‌های سخت نبرد توی اوکراین پیروز بشه توسط نیروهای خودش. اینکه بخشی از ارتش رسمی روسیه نیست، چقدر میتونه به مسکو این کمک رو بکنه که از خودش در بسیاری از موارد سلب مسئولیت بکنه؟ برای اینکه بعضی از همین نکاتی که اشاره کردید ممکنه برخلاف قوانین بین المللی باشه، احتمالاً در دادگاه بین المللی بخوام پیگیری بکنه، ولی روسیه میتونه بگه خب اینا بخشی از ارتش رسمی من نیستن، یه گروه جداست از بدنه اصلی نظامی کشور. دقیقاً نکته اینجا هستش که شاید پوتین و سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه، که عملاً خود سرگی شویگو و یفگنی پریگوژین رئیس واگنر، اینها با هم دیگه اختلافات بسیار زیادی دارن. به نوعی بخشی از این جنگ قدرت هستش بین وزارت دفاع روسیه و خود پریگوژین، و پوتین هم داره از این ازدواج فرصت استفاده میکنه که حالا به نیروهای واگنر، این نیروهای مقاطعه کار نظامی بگه که اون کارهایی که میخوان در اوکراین انجام بدن و اینا به پای وزارت دفاع روسیه و به پای پوتین نوشته نخواهد شد، هر جنایتی که این نیروها تو روسیه انجام بدن. ولی به هر حال خود پریگوژین هم یک تبهکار هست، یعنی شما به سابقه یفگنی پریگوژین نگاه بکنید، توی 18 سالگیش ایو به خاطر در واقع آدم ربایی و کلاهبرداری توی زندان بوده تو روسیه، یک گروه بسیار مخوفی هستش، و اینها سابقه داشتن، سابقه فعالیت در سوریه، در آفریقا هم سابقه کارهای نظامی دارن، و واقعا گروه خطرناکی هستش که حالا از جنگ اوکراین داره به عنوان یک فرصت استفاده بکنه که خودش رو مطرح بکنه، و شاید پریگوژین به این فکر هستش که از این فرصت بتونه استفاده بکنه که شاید جایگزینی برای پوتین باشه. و هر حال من فکر می‌کنم که این در واقع گروه مقاطعه کار که فعالیتایی که توی اوکراین داره انجام میده واقعا جنایتکارانه هستش، و عملاً دادگاه بین‌المللی قطعا نسبت به این مسئله، اساساً این کارکرد گروه مقاطعه کار نظامی که به نوعی دینایبلیتی یا اون انکار معقول رو توی جنگ ها سرلوه کار خودشون قرار میدن، بیشتر روی اینها تمرکز بکنن. ممنونم از شما حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه.